کوری، نوشته جوز ساراماگو، ترجمه عاطفه اسلامیان، قسمت سوم. دکتر ازش پرسید قبلنم همچین موردی یا مورد مشابهش برات پیش اومده؟ نه دکتر، من حتی عینک هم نمیزنم. پس میگی که یهو اینجوری شده؟ بله دکتر، مثل چراغی که خاموش میشه، بیشتر مثل چراغیه که روشن میشه. تو چند روز گذشته تغییری توی بیناییت احساس نکردی؟ نه دکتر. هرگز در خانوادتون سابقه کوری داشتین؟ در بین اقوامی که میشناسم یا دربارشون حرفی شنیدم موردی سراغ ندارم. بیمار دیابتی هستی؟ نه دکتر. سیفیلیس نداری؟ نه دکتر. تصلب شرایین یا تصلب سلولای مغزی چی؟ در مورد سلولای مغزی مطمئن نیستم، اما مطمئنم هیچ کدوم از سایر مواردو ندارم. در محل کار مرتب معاینه کامل چشم میشین. امروز یا دیروز ضربه محکمی به سرت نخورده؟ نه دکتر. چند سالته؟ 38 سال. خیلی خب، بذار چشاتو معاینه کنم. مرد کور چشماشو کاملا باز کرد، انگار که میخواست کار معاینه رو آسان کنه، ولی دکتر بازوشو گرفت و اونو پشت دستگاه اسکنر نشوند. هر کسی که قدرت تخیل داشته باشه این دستگاه رو نوع جدیدی از اعترافگاه کلیسا میدونه که با جایگزینی چشما به جای کلمات، اعتراف گیرنده مستقیم به روح گناهکار نگاه میکنه. دکتر بهش گفت چونتو اینجا بذار، چشماتو باز نگهدار و تکون نخور. زن به شوهرش نزدیک شد، دستش رو روی شونش گذاشت و گفت درست میشه، حالا میبینی. دکتر سیستم دو چشمی رو به سمت خودش بالا و پایین برد، پیچا رو کاملا تنظیم کرد و شروع کرد به معاینه. هیچ مشکلی نه در قرنیه بود، نه در سلبیه، نه در عنبیه، نه شبکیه و نه عدسی چشم، نه در لکه زرد و نه در عصب بینایی و قسمتای دیگه. دکتر دستگاه رو کنار زد، چشماش رو مالید و بدون اون که حرفی بزنه معاینه رو یه بار دیگه از اول انجام داد. و وقتی کارش تموم شد حالت صورتش گیج و مبهوت بود. هیچ ضایعه‌ای پیدا نکردم، چشمات کاملا سالمه. زن از فرط خوشحالی دستاشو در هم گره کرد و هیجان زده فریاد زد نگفته بودم که درست میشه. مرد کور بدون توجه به اون پرسید دکتر میتونم چونمو بردارم؟ البته. معذرت میخوام اگه اینطور که شما میگین چشمام سالمه، چرا کور شدم؟ الان نمیتونم چیزی بگم، باید آزمایش‌ها و بررسی‌های مفصل‌تری انجام بشه، اکوگرافی و نوار مغزی گرفته بشه. فکر میکنین ممکنه مربوط به مغز باشه؟ اینم یه احتماله، ولی شک دارم. اما شما گفتین که چشمام مشکلی نداره، درسته؟ چقدر عجیب. چیزی که میخوام بگم اینه که اگه واقعا کور شده باشی، در حال حاضر برای این کوری هیچ توضیحی وجود نداره. مگه شک دارین که من کور شدم؟ اصلا مسئله غیر عادی بودن مورد شماست. بنا به تجربه شخصی در تمام سالهای طبابتم هرگز به چنین موردی بر نخوردم. حتی به جرأت میتونم بگم در کل تاریخ چشم پزشکی همچین موردی سابقه نداشته. فکر میکنین درمانی وجود داشته باشه؟ اصولاً از اونجایی که هیچ نوع ضایعه و هیچ گونه نقص مادرزادی پیدا نکردم، جوابم باید مثبت باشه، اما ظاهراً مثبت نیست. فقط محض احتیاطه، چون نمیخوام امیدی بدم که شاید درست از کار در نیاد. میفهمم اوضاع از این قراره، پس نباید درمانی رو شروع کنم، دوایی، دارویی، چیزی. فعلا ترجیح میدم چیزی تجویز نکنم، چون درست مثل این میمونه که در تاریکی تشخیص بدم و تجویز کنم. مرد کور گفت عجب تعبیر مناسبی. دکتر خودش رو به نشنیدن زد، از روی چارپایی چرخان که برای معاینه روش نشسته بود بلند شد و سر پا آزمایش‌ها و بررسی‌هایی که لازم می‌دونست و روی کاغذ نسخه نوشت و به زن مرد داد. اینو بگیرین و وقتی نتیجه آزمایش آماده شد با شوهرتون مراجعه کنین. در این فاصله اگه تغییری در وضعیت شوهرتون ایجاد شد به من تلفن کنین. دکتر چقدر باید بابت ویزیت بپردازیم؟ در پذیرش پرداخت کنین لطفاً. تا دم در همراهیشون کرد و به اونا قوت قلب داد. صبر کنین ببینیم چی میشه. نباید ناامید شد. وقتی رفتن به دستشویی کوچیکی که متصل به اتاق معاینه بود رفت،
و مدتی طولانی به آینه خیره شد. زیر لب گفت: چی میتونه باشه؟ سپس به اتاق معاینه برگشت. به پذیرش اطلاع داد مریض بعدی رو بفرستین تو. اون شب مرد کور خواب دید که کور شده. مردی که اتومبیل مرد کور رو دزدید از همون اول قصد بدی از کمک به اون نداشت. درست برعکس، کاری که اون انجام داد چیزی نبود جز پیروی از احساسات جوانمردانه و نودوستانه که به عقیده همه دو تا از بهترین خصایص ذات بشره که حتی در جنایتکاران سنگدلتر از این نیز پیدا میشه. اون ماشین دزد ساده‌ای بود که هیچ امیدی به پیشرفت در کارش نداشت و مورد استثمار صاحبان اصلی این حرفه قرار گرفته بود، چون اونان که از نیاز بدبخت بیچارهایی مثل اون سوء استفاده میکنن. با تمام این احوال، بین کمک به مرد کور صرفاً به قصد دست بر زدن به اون و مراقبت از آدم پیر لغلغ زبان و رشه‌ای با چشم داشت به ارث و میراثش فرق چندانی نیست. این فکر تنها زمانی به ذهنش خطور کرد که نزدیک خونه مرد کور رسیده بودن. کاملاً عادی، درست مثل این که با دیدن بلیت فروش تصمیم به خرید بلیت بخت آزمایی گرفته باشه. بیون که حدسی نسبت به نتیجه اون داشته باشه بلیتو خرید تا ببینه چی پیش میاد. پیشا پیش تن به قضا داده بود تا ببینه شانس دمدمی مزاجش چه آیدش میکنه. یا همه چیز یا هیچی. بعضیا شاید بگن که اون به مقتضای واکنش شرطی شخصیتش رفتار کرده. آدمای شکاک خودرأی که تعدادشون هم زیاده معتقدن که وقتی پای ذات بشر به میان میاد، اگر هم درست باشه که شانس همیشه آدمو دزد نمی‌کنه، اینم درسته که دست کم در دزد شدن اون نقش بسزایی داره. و ما هم دوست داریم فکر کنیم که اگه مرد کور پیشنهاد دوم این سامری دروغین رو پذیرفته بود، در اون لحظه آخر شاید هنوز جوانمردی حکم فرما بود. منظورمون پیشنهاد اون مرد برای موندن پیش مرد کور تا بازگشت زنشه. کسی چه میدونه، شاید مسئولیت اخلاقی ناشی از همین اعتماد جلوی وسوسه بزهکارانه رو میگرفت و منجر به پیروزی اون دست احساسات درخشان و بزرگمنشانه میشد که بسیار ممکنه حتی در گمراه‌ترین سرشتانیز یافت بشه. برای اینکه حرف رو با گفته ای عوامانه به پایان برسونیم، مثل قدیمی میاریم که همیشه آموزنده بوده: آمد ابرویش رو درست کنه، زد چشش هم کور کرد. وجدان اخلاقی که خیلی از آدمای بیفکر اون رو زیر پا میذارن و بسیاری دیگه اون رو انکار میکنن، چیزیه که همیشه وجود داشته و داره و تنها ساخته و پرداخته ذهن فیلسوفان نیست. دورانی که در اون رو چیزی بیشتر از قضیه مبهم و آشفته نبود. با گذشت زمان و تحولات اجتماعی و تبادل ژنتیکی، کارمون به جایی رسیده که وجدانمون رو در رنگ خون و در شوری اشک میگذاریم. و انگار اینم کافی نبوده و چشممونو تبدیل به آینه‌ای رو به درون کرده ایم که بدین ترتیب اون چه به زبان سعی در این کارش داریم رو بیچون و چرا برملا میکنه. به این نظریه کلی، شرایط خاصی که در نفوس بی پیرایه پشیمانی حاصل از ارتکاب عملی خلاف اغلب با ترسهای آبا و اجدادی متعددی اشتباه گرفته میشه رو نیز اضافه کنیم. نتیجهش این خواهد بود که زبان باز بدون ذره رحم یا شفقت دو برابر آنچه سزاوار می باشد تنبیه می شود. بنابراین در چنین شرایطی محاله که بشه نسبت ترس و نسبت وجدان آزرده‌ای که سبب آزار مرد دزد در لحظه ای شد که موتور اتومبیل رو روشن کرد و گریخ رو مشخص کرد. بدون شک هرگز نمیتونست با خیال راحت در جای کسی بشینه که با در دست داشتن همین فرمون اتومبیل ناگهان کور شد و با نگاه کردن از پشت همین شیشه ناگهان دیگر نتوانست ببینه. قدرت تخیل فوق‌العاده‌ای لازم نیست تا همچین افکار هیولایی و هیلگری ترس رو بیدار کنه. ترسی که همکنون به دلش افتاده. اما همراه این ترس پشیمانی هم بود. همونطور که قبلاً هم گفته شد، همان آزردگی وجدان شخص بود که اگه ترجیح بدیم اون رو به شیوه نقض توصیف کنیم، باید بگیم وجدانی که با دندوناش گاز میگیره، وجدانی که در پیش چشماش تصویر یکه و تنهای مرد کوری که در حال بستن در بود رو تداعی میکنه. مرد بینوا گفته بود احتیاجی نیست، احتیاجی نیست، و از اون لحظه به بعد دیگر قادر نبود بدون کمک قدم از قدم برداره.
دوز برای اون که همچین افکار هولناکی رو از خودش دور کنه و نذاره تمام ذهنش رو به خودش مشغول کنه، حواسش رو کاملا جمع رفت و آمد اتومبیل ها کرد. خوب میدونست که نباید به خودش رخصت کوچکترین خطا و جزئی ترین حواس پرتی رو بده. همیشه پلیس در اطراف بود و تنها کافی بود یکی از اونها جلوشو بگیره. لطفاً کارت شناسایی و گواهینامه. دوباره زندان. چه زندگی سختی. حواسش کاملا جمع بود که از چراغ‌های ترافیک پیروی کنه و تحت هیچ شرایطی از چراغ قرمز رد نشه. به چراغ زرد احترام بذاره و با حوصله منتظر بمونه تا چراغ سبز بشه. یه دفعه متوجه بشه که داره به چراغ‌ها وسواس‌گونه نگاه می‌کنه. سپس سرعت اتومبیل رو طوری تنظیم کنه که مطمئن بشه همیشه به چراغ سبز می‌خوره. حتی اگه مجبور شه سرعت رو زیاد کنه یا برعکس از سرعتش کم کنه. تا اون حد که موجب آزار و عصبانیت راننده‌های پشت سرش بشه. در نهایت سردرگم و بسیار عصبی در یکی از خیابان‌های فرعی که می‌دونست چراغ راهنمایی نداره پیچید و چشم بسته و خیلی راحت پارک کرد. دست فرمونش هم حرف نداشت. احساس کرد که اعصابش داره منفجر میشه. اینا کلماتی بود که از ذهنش گذشت. اعصابم داره منفجر میشه. هوای داخل اتومبیل خفه بود. شیشه‌های دو طرف رو پایین کشید. اما هوای بیرون اگرم جابجا میشد هوای داخل رو اصلا عوض نمی کرد. از خودش پرسید حالا چی کار کنم؟ انباری که باید اتومبیل رو به اونجا می برد دور بود، در روستایی بیرون شهر، و با وضع و حال فعلیش هرگز نمی تونست خودش رو به اونجا برسونه. زیر لب گفت یا پلیس دستگیرم می کنه یا که بدتر تصادف می کنم. بعد به نظرش اومد که بهتره از اتومبیل پیاده بشه و سعی کنه که افکارش رو متمرکز کنه. شاید هوای تازه تارهای تنیده رو با خودش ببره. اینکه اون مردک بیچاره کور شده دلیل نمیشه همون بلا سر منم بیاد. کوری سرماخوردگی نیست که واگیر داشته باشه. این دور و بر گشتی میزنم و حالم جا میاد. پیاده شد و به خودش زحمت قفل کردن درها رو نداد. تا دقیقه دیگه بر میگرده و شروع به قدم زدن میکنه. 30 قدم بیشتر نرفته بود که کور شد. در مطب آخرین مریض همون پیرمرد خوشقلبی بود که با مهربونی در مورد مرد بیچارهی که ناغافل کور شده بود حرف زده بود. فقط اومده بود که برای عمل آب مروارید چشم باقی موندهش نوبت بگیره. چشم بند سیاه روی چشم کور رو پوشونده بود و ربطی به آب مرواریدش نداشت. چند وقت پیش دکتر بهش گفته بود این بیماری ها به خاطر کهولت سن به سراغ آدم میاد. آب مرواریدت که برسه میشه اونو برداشت. اون وقت دیگه محل زندگیت هم نمیشناسی. وقتی که پیرمرد رفت، پرستار گفت که دیگه بیماری در اتاق انتظار نمونده. دکتر پرونده مردی که کور شده بود و برداشت. یکی دوباره دیگه اون رو مطالعه کرد. چند لحظه به فکر فرو رفت و به یکی از همکاراش تلفن زد. گفتگوهاشون از این قرار بود: باید بگم امروز به مورد بسیار عجیبی برخوردم. مردی که تو یه لحظه بیناییشو از دست داده. معاینه هیچ زایه مشهود یا نقص مادرزادی رو نشون نداد. میگه همه چیزو سفید میبینه. یه نوع سفیدی غلیظ و شیری رنگ که چارچنگولی به چشماش چسبیده. سعی میکنم به بهترین نحو اون چه تعریف کرده رو توضیح بدم. بله البته این برداشت شخصیشه. نه مرد نسبتا جوونی بود، 38 ساله. تا به حال همچین موردی به گوشت خورده یا چیزی جای خوندی؟ یا حرفشو شنیدی؟ خیلی فکر کردم. در اون لحظه هیچ راه دیگه‌ای به ذهنم نرسید. برای اینکه فرصت داشته باشم چند تا آزمایش دادم. بله، یکی از همین روزا میتونیم با هم معاینش کنیم. بعد از شام چند تا کتابو مرور میکنم. دوباره نگاهی به کتابنامه میندازم. شاید سرنخی پیدا کنم. ممکنه کوری روانی باشه. اما در این صورت این اولین موردی که همچین علائمی داره. چون در این شکی نیست که اون مرد واقعا کور شده. همینطور که میدونیم کوری روانی عدم توانایی تشخیص اشیاء آشناست. چون این هم به نظرم رسید که ممکنه یک مورد آماروسیس باشه. اما یادت هست اول چی گفتم؟ این کوری سفیده. دقیقاً برعکس آماروسیس که سیاهی مطلقه.
مگه اینکه یک نوع آماروسیس سفیدم وجود داشته باشه که اگه باشه سیاهی سفیده.